همیاران ارجمند با دکتر نوریزاده هستیم. اجازه بدید که 10 دقیقه در اختیار دکتر نوریزاده قرار بدیم. بدون هیچ تفسیری از ناحیه ما گوش میکنیم به نظرات یکی از برجسته ترین روزنامه نگاران امروز ایران. سراپا گوشیم آقای دکتر نوریزاده. سپاسگزارم علیرضای میبودی عزیزم و با درود به بینندگان برنامه های همیشه خوب تو. امروز داشتم برنامه تو با دکتر نوری الان میدیدم، چقدر قشنگ بود این قسمتی که راجع به مرحوم آل احمد در حال از من پرسیدی چه باید کرد. ببین میبودی عزیزم، متاسفانه در طول همین 34 سال گذشته منهای یه دوره که به اعتقاد من اپوزیسیون دوره درخشانی بود، برای اینکه در اون روزهای سیاه جنگ و در اون روزهای ناامیدی مردم و اون فضایی که در ایران بود، همین اپوزیسیونی که در پاریس بود، رادیوهایی که بودن، به هر روی ممکنه در بعضی از امور مبالغه میکردن ولی ارتباط مردم رو با دنیا نگه داشتن و در این حال گذشته مردم هم نذاشتن یک خاکستر فراموشی روش ریخته بشه و نسل جوان ما به هر حال با گذشتهش از طریق همین رادیوها، اون زمان که تلویزیون یا اینترنت و غیره نبود، به هر حال این صداها در مردم امید رو زنده نگه می‌داشت. حالا بعد ولی عمل کردی به عنوان اپوزیسیون چون تماما تابع یه شخصیت محوری بود که یه مجموعه دورش جمع شده بودن و این شخصیت‌های محوری هیچ کدوم حاضر نبودن نفر دیگری رو در کنار خودشون ببینن، عملا اپوزیسیون تبدیل شده بود به یه صداهای پراکنده که اینجا آنجا حرفایی می‌زدند. بعد از مرگ آقای خمینی و بعد از جنگ باز مراحل دیگری شد. جمهوری اسلامی در راه بازسازی دولت بود و در نتیجه لحن دیگری در خطاب خارجیش گرفت، گویی که در عملکرد داخلی همون بود و حتی در عرصه مقابله با ایرانی‌ها این بار به قتل مخالفان هم دست زد. یعنی چیزی عوض نشد جز این که دیوار جلو رو رنگ کردن و یک واژگان جدید رو به کار بردن. دوران آقای خاتمی اپوزیسیون، اکثریت گروه های اپوزیسیون منهای یکی دو گروه مجاهدین یا گروه های خیلی تندروی سلطنت طلب، عملا امید بسته بودن که از درون نظام تحول ایجاد بشه. دوران سیاه احمدی نژاد آمد، باز اپوزیسیون جان گرفت و تونست صحبتش رو بکنه، ولی باز در این دوران اپوزیسیون تلاش نکرد که یک اینستیتوشن، یک بنیاد درست بکنه که اندیشه‌های مختلف در کنارش باشه. برمیگردم به انقلاب مشروطه، به مخبر السلطنه هدایت، به کافه دولاپه که میگوید سردار اسد بود، از اون طرف زل سلطان در پاریس بار عام میداد، از اون طرف گروه های دیگری بودن و بعد میگه یه روز که نشسته بودیم گفتیم مملکت رو باید آزاد کرد، سردار اسد گفت بریم بلیط برام بگیریم برم به خرمشهر، یا اون روز میگه محمد، و راه افتاد و رفتن و ایران رو آزاد کردن. من چنین اراده ای رو در اپوزیسیون نمیبینم. جامعه بین‌المللی تغییر کرده، اون افراد اپوزیسیون که دشمنی بنیادین با جمهوری اسلامی داشتن یا پیر شدن یا درگذشتن و از صحنه خارج شدن، نسل جدیدی که اومده و در اپوزیسیون جای پیدا کرده، نقشی گرفته، به دنبال براندازی نیست، بیشتر به دنبال اینن که اصلاحی در درون نظام ایجاد بشه. اینه که ما با یک اپوزیسیون سرگردان روبروی. انتخاب آقای روحانی ضربه نهایی رو وارد کرد. اپوزیسیون الان در حالتی که نگاه میکنم، یا باید بگم در حال فلج، حالا این فلج موقتی یا دائم نمیدونم، سرگروه ها یا نمادهایی که میتوانستن در اپوزیسیون ایجاد حرکت بکنن اونها خاموشترن. من در حیرتم الان، مدت هاست که شاهزاده رضا پهلوی بعد از اینکه این اجتماع پاریس صورت گرفت چرا سکوت کرده، چرا در صحنه حضور نداره؟ چون تنها کسی است که استی داره، هنوز یک سرمایه‌ای داره که این سرمایه میتونه در موقعی مورد استفاده قرار بگیره. مجاهدین با از دست دادن پایگاهاشون در اشرف و تبدیل شدن به آوارگان دربند در لیبرتی و اینکه تشکیلات خارجیشون هم دیگه جذابیتی برای مردم نداره،
اونا هم به حیرت رسیدن، چون همون اروپایی یا آمریکایی که ازشون حمایت میکردن ترجیح میدن با خود جمهوری اسلامی وارد گفتگوی مستقیم بشن و نه از طریق برکشیدن گروه های مثل مجاهدین برای گرفتن امتیاز. اینه که واقعا دوران بدی داریم ما میبودی. اگه به من باید بگی چه باید کرد، من برمیگردم بهتون میگم در درجه اول باید یک چهره های جدید، چهره هایی با خطاب متفاوت، با بیان متفاوت وارد صحنه بشن و به مرور بتونن یک اینستیتوشن، یک پایگاهی ایجاد بکنن که این پایگاه قدرت عرضه کردن راه حل داشته باشه. ما همیشه انفعالی عمل کردیم، رژیم جنایتی کرده ما محکوم کردیم، ما هیچ وقت تلاش نکردیم جلوی جنایت رو بگیریم و الان زمان آن رسیده که ما باید اینستیتوشنی به وجود بیاریم که اعتبار بین‌المللی داشته باشه، بتونه بره با رئیس جمهور امریکا ملاقات کنه، بتونه بره با نخست وزیر بریتانیا یا رئیس جمهور فرانسه صحبت کنه، به رسمیت شناخته بشه. این همه چهره‌های برجسته ما در جهان داریم، اینا باید پا بذارن جلو، دختران، زنان، بانوان، آقایان، اساتید دانشگاه، پزشکان، اینا کسایین که باید الان بیان صحنه گردان بشن و نه سیاستمدارانی که 34 سال 35 سال از وطنشون دور بودن و الان اصلا خبر ندارن در ایران چه اتفاقی افتاده. هیچ تفسیری نظر دکتر نوریزاده رو شنیدیم همینان عزیز و ارجمندم. اجازه بدید که از بازارچه آگهی عبور کنیم و بعد منزل بعد با سارا خانم خواهیم بود، در منزلی با شما همینان ارجمندم. خوب دقت بکنید اون چی که امروز تحلیلگرهای آمریکایی دارن میگن درباره فرار سرمایه از چین، این که میلیونرها، البته اغلب به بهانه این که ما میخواییم فرزندانمون در یک جای امن و با کیفیت بالا تحصیل بکنن، اینی که آمریکا رو انتخاب میکنیم. به هر حال میلیونرها یکی یکی راهی ایالات متحده آمریکا. امروز سارا میگفت در منطقه ایرواین، اورنج کانتی ایرواین، در اونجا حتی اغلب سازندگان خانه‌ها رو به سبکی میسازن، معماری میکنن که مورد پسند چینی ها باشه. میدونی که مثلا ایرانی ها هم سلیقه خاصی در مورد منازل مسکونی خودشون دارن، اغلب دلشون میخواد که مثلا حتما منظره داشته باشه، فضای خیلی گسترده داشته باشه، سالن بزرگ داشته باشه. چینی ها سلیقه‌های متفاوت دارن، سلیقه‌های خودشون دارن، آمریکایی دارن خودشون سعی میکنن خودشون رو تطبیق بدن با سلیقه اونها. خب اینا نشانه های بسیار بدی برای اقتصاد و آینده چینه. راست میگن، سوال درستیه. آیا میلیونرهای چینی چیزهایی میدونند که ماها نمیدونیم؟ قراره در چین اتفاقاتی بیفته؟ یادتون باشه هر آینه که در دوره ماوتستون به بعد، هر وقت چینی ها دوچار معضل اقتصادی شدن، جریمان مردم رو گرفتن، مسئله فساد رو مطرح کردن، بگیر و به بندها شروع شده، مصادره در چین نظام کمونیستی برقراره، کسانی میتونن ثروتمند بشن که در واقع جزء هیئت حاکمه باشن، چه اونها از مزایای فوق‌العاده‌ای برخوردارن، وضعیتشون کاملا با مردم عادی متفاوته. برای همینه که کمیته مرکزی حزب کمونیست چین میلیاردرها رو هم در خودش جا داده. یعنی فکر کنید حزبی که آمده بود که
میلیاردرها رو اصلاح کنه، قدر قلعت بکنه، ثروت اونها رو بگیره، بده دست طبقه پرولتاریا و دهقانان زحمتکش. درست حالا روش معکوس رو اتخاذ کرد، یعنی سعی میکنه از پولدارهای چینی حمایت بکنه و به این ترتیب بتونه بنیه اقتصادی خودش رو در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی تقویت کنه. میرویم برمیگردیم منزل بعد هم در یه منزل هم با شما خواهیم بود.